أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برده يذهب بالأبصار. تقبل الله. اللهم صل اللهم صل على محمد. من آیه رو ترجمه زیرش رو میخونم و فرمان روایی ببخشید زیرش. آیا ندیده ای که خدا ابرهای را میراند سپس میان اجزای آن پیوند میدهد، آنگاه ابری انبوه پدید میآورد، پس باران را میبینی که از لابلای آن بیرون میآید و از آسمان از ابرهای کوه پیکر که در آن است تگرگی نازل میکند و هر که را بخواهد با آن میزند و از هر که بخواهد بازش میدارد، نزدیک است درخشندگی برقش چشم ها را برباید. زیرش اینا رو نوشته. این مسائلی که داره بالا سر ما میگذره اینم از خلقت الهیست، از الطاف الهیست، اینجوری خلق کرده. الان کره زمین چهار تا سه تاش آب دیگه، این اقیانوس ها سه چهارم زمین رو گرفتن، یک چهارم زمین خشکیست که ما ها سکونت داریم. از این اقیانوس ها خیلی بخار پا میشه. حالا خدا اینطور خلق کرده که بخار میره تو هوا بالا و اینطور سبک و اینا، و وقت بخار گاهی جوری پا میشه از این اقیانوس ها، اصلا طوری فشار داره در پا شدن که بعض وقت ماهی ها ماهی ریز هم با خودش میبره. که چند وقت پیش جا بارندگی شده بود، ماهی های ریز باریده بودن، اون بوده این ابر اینقدر چی بوده میخواست پاشه، یعنی اینقدر که این ماهی ریز ها هم جزو بخارا برده بود. اصلا بر این که حالا میرن این ابر ها میره تو آسمان، اون بالا خوب دیگه حالا این تو آسمان هست و این طرف اون طرف ابر ها که میبینید، اگه این آبها از آسمان نیاد چه میشه؟ خب همون که میبینید بارندگی نمیشه و چه بیچارگی شو میشه. الان ما ها محتاجیم به این آبها که از آسمان میادش، و الا خوب آبهایی که جاریه در سطح کم میشه و یواشاش فرو میره و غور میشه و بعد دست بدون من آوای زمین باید بشیم و امکانات میخواد و چه ها میخواد و همه جام نیست و دیگه بیچارگی هایی که خشکسالی ایجاد میکنه. و این آبها خیلی ما محتاج هستیم. قرآن کریم در یه جاهایی میفرماد این رزق شماست، از آسمان داره میاد. بله اگه آبا نیاد گیاهان تو بیابونا که گوسفندا بخورن واسه شما شیر بده، کره بده، پشم بده، پوست بده، ولی اینا این بیابونا از همه آبا دیگه نیاد که بمیره. این آب ها میاد تو جوب ها میره، وچه وچه رودخانه ها، اون وقت این باغ ها آب میره، انواع میوه ها، کشزار ها، گندم، تمام حبوبات و همین هست. نیاد که اینا خبری نیستش، که در واقع اینا ارزاق ماست داره میاد. اینجور خدا خلق کرده. خدا قادر هر جوری کار کنه. حالا اینجور کرده تو دنیا. حالا میره تو بهشت میبینه. تو بهشت نه ابری هست و نه بارونی هست و نه تگرگی و نه هیچی. هرچی بخوای خدا همونجا برات خلق میکنه. با اون وضع خوبی که بهشت داره. خب حالا اونجا اونجوری میکنه. اینجا اینجوری کرده. علم تره آیا ندیدی؟ خب قرآن کریم خطاب که میکنه کی طرف خطابشه اهمیت داره، یعنی فرق میکنه. الان خدا داره با محمد حرف میزنه. قرآن به او داره نازل میشه، به او میگه ندیدی. این آقا عقل کله،
این آقا هرچی علم خدا خلق کرده بهش داده، اون خوب دریافت میکنه چه خبره. خب با اون که میفهمه دیگه. آقای خمینی تو تفسیر قرآن فرمود انما یعرف القرآن من خوطب به، این روایته. قرآن اونه که بهش مخاطبه میکنه خدا خوب میفهمه، یعنی اینجور نیست که رسول خدا نفهم، میفهمه، بهش داده این علم ها رو. بهش میگه نمیبینه ان الله یزجی سحابن. ببینید این بارون ها که میاد میباره، حالا این مقدار مثلا تهران بارون بده هرچی، بارون خیلی چیز سنگینه، شما یه سطل آب بخوای برداری خب سخته، بارون اینا قطره قطره میاد، ولی خب خیلی حجم سنگینی بزرگ اون بالا هستش که سحاب ثقال گاهی گفته میشه، به ابرهای خیلی سنگین منتها پراکنده است، بخاره. اون وقتی میخواد تبدیل به باران بشه، یک حساب کتاب های عجیبی خدا درست کرده، مثلا این تهران یا هر جا ابرها باید به هم فشار بیارن تا قطرات بارون بیادش بینش ایجاد بشه، مثلا میاد یه طرفش به کوه میخوره اینجا، یه طرف دیگرش رو هم باشته میشن که فشار بیاره، که همین هم داره میگه میفهم ثم یعلف بینه، تعلیف یعنی چیزی رو برای چیزی قرار دادن. و مخبز یجعله رکام، رکام یعنی دیگه جوری میشه که تحت فشار باقی میشه که اون مخ قطره قطره بارون میشه. حالا اگه این کار نمیشد یه آبا میرخ پایین، یه دفعه همه زندگی آنها بود میشه، سیل دیگه خیلی زیاده، خیلی آب سنگینه اون بالا بیاد. شما فرض کنید تریلی آب از اون بالا یه خالی کنن تو این جلسه ما داغون میشیم، مثلا بدنم خیلی سرد میبینه، خراب بشه ساختو. نه قطره 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 دیگه این بهترین جور باریدن. اون بالا ها بعض وقتا سرد هوا، این همیشه که سرده، هواپیما میرید بالا میگی هوای بیرون چقدر زیر صفره، اون بالا سرده هوا. اون وقت اینا همونجا منجمد میشن، تبدیل به برف تگرگنا میشه، آب ببنده هم تگرگون بر اینجوری وارد میشه، بازم اینقدر سنگین نمیشه، گاهی سنگین میشه. بعضی آدم دم تگرگ اومده بود خود رو ماشین آدم حس میکرده وقتی صدمه ببینن درش بودش، این کم میشه اونجوری درش معمولا میاد. اگر برف میاد خب برف هم دیدید چه خبره دیگه، میاد تازه سبک و اینا میاد و میاد. چه نعمت بزرگی هستن این برف ها، بالا این کوه ها میمونن، تو خلل و فرج کوه ها هستن، اونها به تدریج آب میشه، دیگه بهار میشه و تابستون، هی به تدریج که به تدریج تو جوب آب یاد بره، زندگی ها بگذره، مصرف بشه، تو کشاورزی ها بره، خیره چه مدیریت اینجوری میشه. ما آب ها میاد مقداری هم که جذب زمین میشه، شما اگه داخل کره زمین بشید از یه جای آب پایین تر نمیره، یه جای وام میسن، حساب کتاب های اونجا مثلا نفت های جایی ما میسن، خیلی منظم اینا، گاز مثلا باز یه جای زمینه که اون وقت دسترسی به این آب ها پیدا بکنن کجا چی، خیلی نظم و منظم عظیمیست، همش بر اساس ما احتاج ما انسان ها تنظیم شده که کار ما بگذره. شما چهارو میکنید خب میرسه به آب اون زیر، خیلی نمیره، ولی نفت به این زوری نمیرسه چهارشان، خیلی بد برن پایین. خب اگه میخواست چای آب اونجوری باشه که بیچاره کنند. زمین رو هر 10 متری بریم داخلش بشیم یه درجه گرم میشه. اگر کره زمین یه توپی بود که قطرش 50 سانت بود، اینجور توپ اینجوری، 1 سانت دورورش دورش سفته، تمام این آبا و نفتا و گازا و زغال سنگ هرچی از اون 1 سانته، اون 48 سانت وسط مواد مذابه، همین آتش فشان ها که من میاد خیلی عجیب غریب. اون وقت مواد مذاب شما آهن رو نگاه نکنید، آهن در حدود مثلا همچون که داریم داغش میکنیم مثلا یواش یواش از 300 درجه رنگ عوض میکنه، حدود 700 درجه اونا قرمز میشه، ده میره جلو میره جلو مثلا حدود 3000 درجه دیگه ذوب میشه، تو 7000 درجه بخار میشه آهن. اما سنگ ها به این زودی ذوب نمیشن، داغ نمیشن. دفتر کار الان ندیدمشون جناب آقای دکتر بیستونی تو محاکمه سنگای تشریف میره، دفتر کارشون سنگ گوه، آقا این از محل شهر سنگ شهر لوته، سنگ از اونها زیاده، گفت من سنگو دادم آزمایش، گفتن 7000 درجه گرم بوده،
سنگ خیلی تحمل گرما داره، اومد چقدر سنگ ها گاهی ذوب میشه، اون وسط همش مواد مذاب، خدا میدونه چه خبر. اصلا این مواد مذاب قاعدش این بود که دائما زمین رو حرکت بده، مچاله کنه، تکون بده، چه کنه، و اگرم به بیرون بازشه که خدا میدونه چه خبر. وقت هستنی تو همین نهج البلاغه میفرمان کوها رو مثل میخ دو تا دور زمین مثل که با زنجیر ببندن که این پاره نشه، مواد بنریزه بیرون، آرامش پیدا کنه، تکون تکون نخوره. حالا خدا اینطور خلق کرده یا همچه بساطی هم در کار دیگه. تمام این حرفا تو اون یه سانت از 50 سانت، یعنی یه سانت دوره، یعنی زمین بزرگ ها، میخوام بگم تقسیم کنید چقدر یه خورده که بریم اون وسط مواد مذاب خیلی زیاده. نتیجتا ما هرچی به وسط زمین بریم گرمتر میشه هوا. خب ما اگر بخوایم 100 درجه گرم بشه بریم پایین، بعد 1000 متر بریم پایین، یعنی 1 کیلومتر. ژاپنی ها کردن این کارو، رفتن تا 1000 خورده پایین، اون وقت آبو تو لوله میبرن اونجا، اونجا جوش میاد، جوش میاد و که برگرده دوباره بیاد بالا. منتها خرجش خیلی زیاده برای آپارتمان ها و ساختمان ها و چند طبقه خیلی زیادی که وقتی آب گرم میاد خرج این در بیاد که آب گرم مصرف بشه. اینا هر 10 متر بریم یه درجه گرمه. ما شما ببین بریم پایین، بریم پایین، خلاصه ما اینقدر تحمل داریم 100 درجه دیگه جوشه دیگه. پایین تر بریم مثلا 2 کیلومتر برید 200 درجه دیگه اونجا خمرک هست. اینجوری هم چه خبری هم هست پایین که میریم. اون وقت کجا قرار داده، در چه منطقه آب، در چه منطقه، خیلی اینا که این بلدند و کار میکنند و میدونند و اینها، خیلی تعجب این نظم و انضباطی که خدا قرار داده. آب مثلا یه جا باشه که زودتر دست سیما داشته باشیم، بعد گازها کجا، نفت کجا، چیم یا این زغال سنگ ها و چه که داخل زمین. در جریان داوود نبی تو سوره نمل ایشون گفته ما لیلا ارال هدهد، ایشون اون فرشی که پام شد رو هوا، فرنده ها پر در پر جلوی آفتابو میگرفتن، ماموریت بود، همه جایی داشتن از جناب سلیمان. بله یه وقت نگاه کردید یه جا آفتاب خورده، مسیر آفتاب رو گرفتید، هدهد تو جای خودش نیست، اونجا هدهد بعد بود که آفتاب، ما لیلا ارال هدهد چه کجاست. اون وقت بحثه که هدهد چه خاصیتی، گفتن هدهد جوری خدا خلق کرده که زمین رو نگاه کنه آب و زیر زمین میبینه، مثل شما که روغن رو تو شیشه میبینید، میبینه. اون وقت میگفت به سلیمان که اینجا مثلا 30 متری آبه که تو بیابون میکندن زود با آب برسند کارشون بگذره، یا نه اونجا طول میکشه با آب برسه، یا اونجا چند متری. خدا چی خلق کرده؟ دوستان گفتن که همین کارمون شاینا میگفتن که این سگا که مثلا کسی زنده باشه، اینا گفت سگه هی پارس میکرد و هی هرچی میکندن به جایی نمیرسیدن دیگه، ناامید میشدن که خبری نیست، او تا ولش میکنن سر و آخرش پیدا کردن دیگه. بعد دو سه روز کندن دیدن بله کسی زنده است اینجا. چجوری میفهمه که این تو سرستان میکنه زنده رو تشخیص؟ خداوند چه قدرتی داده؟ خب ما این قدرت نداریم، ما بویاییمون یا چشاییمون یا چشممون یا اینا رو، بعضی حیوانات خب این قدرت ها رو خدا بهشون داده. حالا ببینید یه همچین مسائل، این آیه رو ببینید، علم تر ان الله یزجی، بعد اون بالا چطور ابرا پلپل هم میان، بعد چطور صفت میشن، چجوری بارون میاد، چگونه کوههای از ابریون از ظلمن از سماع من جبال، یعنی اینقدر بالا که میرید زیادم، الان هواپیما که میره یهو میره تو ابر خیلی طول میکشه تا بیاد بیرون، ما از اون پایین شما زیرش رو میبینه، اون بالا مثلا میبینیم چقدر را ابر رو همه مثل کوه که میگه اومد، چجوری میشه که تگرد بشه، چگونه بیاد. الان نیستن اینجا، الان جناب آقای تیم سالازین دوستان ما جلسات و اینا خب زمان تاقوت امریکا اینا درس خوندن هوا اینا رو، تمام طول جنگشون هواپیما های چیز و ایشون هنوز بودن بازنشسته نشده بودن تا مرز وزیر نیرو هوایی تو اینا تا رفت جلو، خیلی ترس خونده و متدین و حالا شخصیت هست. نشسته بودیم توی جلسه، این آیه خونده شد، آیه علم تر ان الله یجزی الصحابه،
اینا به خاطر اینکه با هوا کار دارن، هوا نیروز، هواپیما، تمام اینا رو بلدن که آسمان چقدره، چه جوریه اونا. خب بعد برن دیگه، بعد از اینا برن همجایی کار دارن. گفت به من، گفت آی خاتمی خیلی ببخشید، جسارت نشه، من خب ناچارم بگم. گفت شما نمیفهمید معنای این آیه چی. صاف گفت. گفت اگر کسی بره تو این ابرها 6 ماه زندگی کنه، اگر حرف داره میزنه دیگه، رختها و تشک رو برداره و زنتون رو نبرید، یه قور میزنه سردم خودتون برید 6 ماه. گفت به این قشنگی نمتونه از آسمان تعریف کنه که اینجا کرد. گفت چون کار ماست اینقدر قشنگ تعریف کرده که مثل کسی اونجا حضور داره. گفت شما یه لغتی میبینید و یه جمله معنا میکنید درد میشید، اینقدر زیبا و از آسمان اینجا افتخار خداست دیگه. خب کسی که کارش الان اینا 20 سال آمریکا درس ما خیلی مشاهده این قسمت هوا و اینا، خب بلد بلد شو هواپیما اینجا میره دیگه، بعد اینا برن ابرا چطور کجا، مثلا محلی که تگرگه دیگه هواپیما بره که منفجرش میکنه، اون مثل کوه سنگ، بعد بلد بلد باشن کجا چی کجا چی، ناچارن همه اینا رو خوب بدونن. نگاه کرد با آیه و واقعا هم تو رو خونمانم علی، این مقداره که دارم میگم، این مقداره که ظاهرش میفهمم. اول منظره آخایی کرد از من، گفت ببخشید، گفت شما نمیفهمید من، یعنی هیچ کس نمیفهمم اونجور. گفت بعد 6 ماه کسی بره تو آسمان صبح تا شب ببینه، ای بره بیاد اون ور بره اون ور، تا بتونه به این قشنگی از وضع آسمان تعریف کن که یزجی سحابن یعلف و بینه یجعله رکامن و دقیقی باران یخرج من خلاله، این کوههایی که اونجور مثل برد تگر گچه میشه، اون وقت موقع آمدن چی فلان و مسائلی که داره میگذره. بله تگر میاد، خدا حفظ کنه، بعضی تگرگا درشته اگر و هم بره میوهار چی میکنه، درختار چی میکنه، من خدا میفرمند فرم یوسیب بایی من یشو، بله به بعضی صدمه میزنه ایر یسرف او هم من یشو. در چند تا دولت پیش، اون زمانی که آقای رفسنجانی رئیس جمهور بود، رفتن خونسار اونجا صحبت شد، یه طرحی دادن، زمین‌های مساعدی اونجا داره، گردوهای خوبی عمل میاد، در سطح وسیع گردوکاری کردن، البته بودجه بود و کار بود و کمک کردن مردمیه، ولی خب قرض دادن به اینها. پارسال یا پیارسال هم نزدیکا یه وقت از سال تگرگ آمد، یه وقت خوبی نبود، خیلی عبه ما، یه وقت اومد که اون چیزا ربه ما، وقتی هم شکوفه بود چی بود اینا، میگفتن که حساب کردیم 80 میلیارد تومان ضرر زد، یعنی اینقدر گردو به عمل می آمد و صاحباش گردو داشتند و حالا برفوشند و چی، یه تگرگ 10 دقیقه 80 میلیون ضرر زدارند. این که میگه یوسیب و بهی من یشا اصابه میکنه، اینجا محصولات یه وقتی اگه بیاد خیلی خراب میکنه، مثلا تگرگ چون پرت میکنه دیگه، پاره میکنه میشک میندازه اون طرف، یه وقتی آمده که خیلی سد یسرف او هم من یشا، بله یه جایی وقتی نه خدا یه جوری میکنه صدمه نخوره، مثلا اگه تگرگ بیاد و اینا. شوخی درست کردن، گفتن که مولا نصرالدین تگرگی خورد تو سرش، خیلی درد اومد، عصبانی شد، دوید تو خونه، دستنگ هونگ و پنجره بیرون کرد، گفت اگه مردی اینو بشکن سر من حریف میشه، اینو بشکن. حالا شوخی ارزم بر این که ببینید چه خبر و چگونه میشه. اصلا این مسائل باران و خود همین تگرگ یه وقتایی خیلی صدمه داره برای کشاورزی، اگه به طرز خاصی بیاد خیلی صدمه میخوره بیاد. همین پارسال هم حال ده با که میشونم مکرر دارم، شاید بغلیان بوده، یه وقتی نمیدونم چی شدش که خیلی بعضی میوه ها رب برد، این اصابه میکنه اینا، این حرفایست ها. بله این که اینقدر نعمته، یه وقتی ممکنه نعمت باشه. گفتن که زمان حضرت موسی بارندگی نشده بود و بس خیلی خوب نبود و چی، های به حضرت موسی مفتن که خدا بخواه که بارون بیاد. خب حضرت موسی هم خدا خواست، بارون هم حسابی اومد، اومد میوه همه رسیده بود ولی همه پوک بود، میوه بود، درخت بود، زندگی بود، چیزی توش نبود. تا موسی مناجات که خدا بخواه، اینا گفتن آب میخواییم، از من نعمت نخواستن، از من میوه نخواستن، از من گندم نخواستن، آب ما آب دادیم، ما خیلی نکنیم آب خالی هم، خب اینجوری هم میکنیم، آب اومد مته یه جوری. خب بگوید خدایا. بله اینو گفتن که یه طلبه
زن نداشته، ظاهرا شده این قضیه، مثل شوخی ولی شده. این میرفته تو هم حرم اصلی روش نمیشه بگو من زن میخوام، ده آقای بچه به من بده مثلا که فوتلون بشه. یه روز صبح خیلی زود رفته بوده حرم، از آن صبح وقتا دیده بود که از اون ور طرف اون طرف زری صدای میاد، نه بچه رو کوزش رفته. این بچه سر راهی ها رو گاهی میبرن میذارن کنار زده هم بیرن، حتی بعد هم آقایون تصرف کند و حالا جا میبرن دیگه. گفت فهمید که این همینه آقا بچه بود. دیگر رو در وسیع بچه رو بردشم آخ گرفتار، حالا چیکارش کنیم؟ با اینقدر گشت نصف روز تا یه زن شیر بده، اونم بگفت نمیام تو مدرسه، بیارش اینجا چقدر پول میگیرم، حالا این بچه تر و خوش چه فلان، خیلی بیچاره شد. آخرش عصبانی شد، در عزت و حرم گفت یا علی تو افسح الفسحای های ابلغ البلغای، من زن میخواستم بچه میخواب جمعه من روم نمیشد بگم زن گذار بچه میگن دا این صورت قصه نیست. یه دزدی آمد تو حجره کتاب بدوزه، اصلا نمیدونست این حجره بچه است، تو حجره که زن و بچه زنی نیست و بچه نیست، یه پاشو گذاشت کتاب رو برادر درست رو شکم بچه، بچه هم مرد. این هم خب اونجوری راحت شدم. بله حالا یاد اون افتادم که خداوند میدونه به کی اصابه کنه به کی نکنه. ببینید اصلا به یادمون دادن میگن که آره خب زن میخوام. یه آقای جوانی بود زن نداشت، پسر خوبی هم بود، هی گاهی شوخی میکرد میگفت زن بگیر. یه دفعه در گوش من گفت ببخشید آقا من میخوام دختر بگیرم. میخوام زن بگیر. من میخوام دختر بگیرم. میخوام دختر بگیرم. یادت باشه که دعا میکنی بگو زن، همون زن میدم. عرضم برای این که برگردیم، این مطالبه که اینجور میگذره توقع الهی اینه که شون میخواد ها تفکر و عظمتش و حکمتهاش، و خیلی مطالب توی اینا هست و خیلی آثار حکمت الهی عظمت الهی اون چه داره میگذره. بارونا حالا گاهی پیش آمدهای ناجورش میشه، ولی خب میاد در یه وقتی. الان امام زین العابدین تو صحیفه سجادی میفرماد خدایا زمستونهای ما رو سرد و تابستانهای ما رو گرم قرار بده. آدم تعجب میکنه چون ما همش دنبال راحتی. نه دانشمندان میگه اگر زمستون سرماهای نیاد این میکروبایی که باید کشته بشه، چیزایی که باید بشه، زمین باید چی بشه نمیشه. اونم خیلی خاصیت داره، برفا میاد چقدر زمین رو آماده میکنه. تابستون میگه اون گرما نیاد میوه ها نمیرسه، شیرین نمیشه. اون درسته اون وقتش هم اونجا گرماش خوبه، اینجا سرماش خوبه. ولی هم چه حساب کتابی که الان داره میگذره مطالب اینجوری. حکمت ها البته خدا میتونه غیر از این بکنه، حالا اینجوری کرده. خب شما نگاه کنیم ببین چه خبره. یه چند خط همین صفحه رو برید بالا. او کذلمات فی بحر لجی، مسائل تو دریاها میگذره. دریاها حالا خشکی و دریا نداره، شبایی که خیلی تاریکه تو دریا که دیگه تاریکه که چیز زیر بام صفر نیست. اون مخ یخشاه و موجون من فوقهی مج، این خطرهای بزرگی است که دریا ها رو میده. امواجی پشت سر هم میاد که اگه اون کشتی ها خلاصه چه نباشه که نابود میشه. من فوقهی سحاب، حالا این موجا داره رو هم میاد چجور خطرناک، ابرم اومده بالاش دبه بار. ظلماتون بعضها فوق بعض، انقدر تاریکه که تاریک رو تاریکی. اذا اخرج یده لم یکد یراها، انقدر تاریک که دست رو بیاری بیرون دستت رو نمیبینی، یعنی اینقدر نور نیست. مثال خدا داره میزنه بالاترش والذین کفروا اعمالهم کسراب. این مسائلی که در اطراف ما میگذره میبینیم چه خبره، چگونه، چجور خلق کرده چی. الان مثلا چوب یا حالا اینجور خدا کرده دیگه، اگر چیز رو تو آب شما بذارید که آب نره توش، اطرافش بسته باشه، به مقداری که توی آب میره اون مقدار وزن آب، وزن آب چقدر رفته تو، همینقدر به این فشار میاره. همین خاصیت است که کشتی ها رو آب میمونن، این همه بارها میمونه، همینه. تو یه مقدار که بره اون فشار نگهش میداره. حالا اگه این خاصیت نبودش، همین جنابای آزین وقت میگفتن که اگر یه چیزی هواپیماها که میرن این پرنده ها اینا، میگفت اگر چیزی تو سطح افقی حرکت کنه، افقی یعنی کاملا موازی سطح آبای ساکن، آب ساکن سطح افق،
تو هوا حرکت کنه، هوا این ور شکافته میشه دوباره این ور به هم میرسه، هواس همه جا. گویا این هوا که اینجا شکافته میشه میخواد این ور به هم برسه، درست رو خط افقی در یه نقطه افقی به هم میرسه. اون وقت این هوا که اینجا میخواد بیاد برسه به این، اون بیاد برسه به این، یه زمان به هم میرسن. بعد میگم کی بهش گفته یه زمان به هم نمیرسه؟ آمریکا هم نمیدونه چیست، فقط فهمیدن اینجوریه. خب از این خاصیت استفاده میشه، این زیر رو طولانیش میکنن، چون طولانی که باشه بعد تندتر بیاد که راه زود طی کنه، اینو کمتر میکنن. گو همین که طولانیه به تند بیاد فشار میاره بلندش میکنه اینو. خب تمام این پرنده ها که پا میشن، هواپیما، همش از همین خاصیت است. اصلا ما نمیفهمیم هوایی به این شلی کی بهش گفته تو وقتی شکافته میشه در یه زمان برس اینجا، که اون خاصیت پیداش میشه، اون وقت تندتر میاد برسه اینو بلندش میکنه. گفت نمیدونه. بله خدا تو قرآن گردن گرفته که من کردم، من میکنم. چه خبره؟ چی همین آب خب خیلی ما زندگیمون با آب بستگی داره، حدود 65% چقدر بدن ما آبه. و آب اصلا قرآن میفرماد چیزی آب توش نباشه حیات نداره. همطور واقعا اگر جای آب نباشه حیات نیست، حیات نباتی هم نیست، حیات حیوانی هم نیست. حالا این آب در 4 درجه بیشترین حرارت رو داره، سرتر از 4 درجه که میشه حجمش خورده زیاد میشه. هیچ کدوم از این جماد چیزا اینجور نیستن، همه هرچی به سمت جماد برن حجمشون کمتر میشه، فقط آب اینجوریه، در 4 درجه کمترین حجم داره، بعد یه خورده سرتر زیاد میشه. اگر اینجور نبود این آبایی که یخ میزه سنگینتر و مخبود میمون، تمام مثلا یه حوض زمستون همه یخار میگرفت. نه، اون زیر آب 4 درجه بیشترین حجم داره، یخ نتیجتا سبکتر از اونه میاد رو. من ماهی تو اون 4 درجه زنده میمونه، اگر نه میمردن ماهی ها. چه حساب کتابی، چه حکمتی، چه خبره؟ این یکی اینجوری مثلا هست. و همین آب تو 100 درجه سانتیگراد تبخیر میشه، تو خود 100 درجه میجوشه، تبخیر میشه تا به صفر برسیم مایع. 4 درجه کمترین حجم، صفر، باز یخ میمنده. حساب کتاب های خداوند چی کرده بود؟ خد حکیمانه، همه مطابق هم زندگی های ما چیه ما. من حالا برمیگردم تو خود آیه پیغمبر، تو نمیبینی که الله یا جی صحابن؟ حالا شما بر تو آسمان ها، یه ابرها، خب شما هواپیما رد میشه میبینی دیگه چجوری این ابرها حرکت تو آسمان ها میده. خب باد حرکت کنه، باد بخواد حرکت بکنه، از پشتش باید فشاری باشه. پشتش کجاشه؟ فشار رو کی میذاره؟ چگونه این فشاره؟ اینا مسائلی است که داره انجام میگیره. آخرش کفار نمیدونن بیچاره در میرن، همه میشه اسم میذارن میره. خدا میکنه، ولی خودش چه حرکتی؟ الان شما ماشین کجا اومدی امروز از سی تا اینجا؟ تو اون بنزینا نمیسوخ را نمیومد، اینا باید انرژی باشه تبدیل بشه اون وقت به قدرتی. این کره زمین داره به این سرعت داره خودش میچرخه. اگه تمام هیکلش بنزین سوپر بود چند روزه تموم میشد، همش میرفت. از کجا میره این نیرو را این میچرخه و به این سرعت هم تو فضا میره؟ اصلا نباید این کار انجام بگیره، باید یه چیزی تبدیل بشه، باید تبدیل به انرژی بشه اون ماده، مثلا بنزین بره تبدیل هم کاری که شما حالا ول میکنن دیگه، نمیرن میمیرن نمیفهمن. ول خدا میگه من دارم میچرخونم، لا حول ولا قوت الا بالله، من فرمان میدم. هیچ خبری نیست که من دارم میبرم. بیاد برو داخل زمین، این دانه رفته داخل زمین، تو اون فضا چگونه جذب آب میکنه؟ بعد باز میشه این دانه، زمین زیر هاشون کار نداره، ببرو زیر زمین میخوا خاک میرزم رو دیگه تونستی بیه بیرون. چجوری به این لطیفی، به این ظریفی این شاخه پس میزنه میاد بیرون؟ باید خراش برداره، بعد پاره بشه، بعد نتونه. خدا کرده ندید تو اون دعای امام زن امام زن جفرم یا مخلص شجر من بین رمل و تورا، خدا داره میکنه و خودش که چه قدرتی. این جنین تو رحم که به دنیا میاد عجیبترین چیز رخ میده. این بچه به هیکلی میاد، بله مخش میشه، من بنده و رحم بعد بازش بسته میشن، چطور میشه این؟ چقدر اتصاب پیدا میکنه؟ چگونه این کار انجام میگیره؟ بچه روبش به پشت مادره، این بعد میچرخه، بعد با سر مهمس فلان، چه حساب کتابی، چه برنامه، چه جوری.
اصلا هیچ تنظیم از ماها نده که چجوری انجام بشه. خب من میبینیم میشه انجام بشه، این همه علم تره ها همه سرش میاد. خب ببینید، عبرت بگیرید، خدا رو تشکر کنید، حکمت او رو ببینید. حالا این همه حکمت خدا، این همه به کار برده، این همه حکیم خدا، همین خدای حکیم دستورم داده به من و شما. این رساله ها دستورهای خداست، در آوردم بهترین دستوره، او همه چی میدونه. افلا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. کسی که خلق کرده بلد نیست، در حالی که لطیف یعنی ریزترین چیزها رو میدونه، خبیر از همه چی باخبره. این باید دستور بده، اینقدر حکیمانه، اینقدر درست، خب استفاده بکن. اگه خدا بنا بوده دکتری باشه نسخه برای من و شما بنویسه، اولا کجا گیرش می آوردی؟ ویزیتش چقدر بود؟ 10 برابر کره زمینم که ویزیت بده اون گرونتره. خب سوار اینا به این مفتی اینا فرستاده برای دستور داده. خب چقدر نمیتونیم همچی خدایی داره برای اون حرف میزنه، حکیمانه، درست، همه چی رو حساب. بله خب این که راستی این مسائل رو متوجهش باشه. این قرآن کریم آمده بود، مبارزه میخواستن باش بکنن عربا رو جنبه ادبیات، اونا چون تو ادبیات شعر و شاعری خیلی قوی بودن، اون جنبه رهی نمیشد مثل قرآن بگن. اون جنبه مطلب خیلی ضعیفی هست، چیز مهمتری در کاره، و اون اینه که این کتاب علم محض. همش قرآن هم فرمود انزل هم علمه، یه قاعده مطلبی داره میگذره. شما فرض کنید که به یه شیمیدانی بگو آقا هر حرفی میزنی قواعد شیمی رو رعایت کن. تو حرف زدنات تمام شیمی این تو رعایت شده. به یه فیزیکدان بگن قواعدش رو تو حرف زدن رعایت کن، رعایت شده. به یه طبیب بگن تو حرف زدنات ولا احوال پرسی میکنه، قواعد طب رعایت کن، رعایت کرده. همه چی تو این کتاب هست، کل طب، کل فیزیک، کل شیمی، همه چی انزل له به علم. اونم بیان درستش کن، کی میتونه اینجور حرف بزن؟ اینطور پخته، همه جوانب توش حساب شده. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، نه در آینده یه جای باطل توش پیدا میکنن نه گذشته ها، چون خدا اینو کرده. نه استفاده بکنه. خب من چه کنم مقابل این؟ مثلا توی بچت خدمتی میکنی، حالا اگه فهمی داشته باشه، یادش داده باشه، میگه بابا جون تشکر، که تشکرش خیلی برای شما مزه داره. تشکری هم که من و شما میخوایم بکنیم خرج از خدا میکنیم، بعد بدن بده، روح بده، زمان بده، وقت بده، شعور بده، بده 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 تا اون شکرت بتونیم بگیم. اونم چیزی به درد اون نمیخوره، همش بعد ولی خب دوست داره شما تشکر بکن. همین بچه‌ت هم میگه تشکر، خیلی وقت خرجش کنید این تشکر. خب حالا این همه نعمت، خب که تازه شکرم چیزی گیرش نمیده، شکر ما چون شما برو تو سوپری هرچی میخوای جنس بخر، وقتی میای بگه خیلی متشکر، قبول داره جا پول، آقا تشکر چیز بده من، آقا منم خیلی متشکرم بده. تشکر ما به درده، آخو قبول میکن، آخو نیاز نداره اون که، ولی همین که تو معرفت شده داری، فهمش داری، دوست داری. تازه همین ما قدردانی کردن کاملا و فرمان رو گرفتن و مطابقش بودن، تا بهره ببریم از این کتاب. بله این مطلبیست، با قولون جناب تیم سرازین واقعا میگفت، گفت کی میتونه بفهمه. اون تمام همطورا، مثلا اگه مسئله پزشکی جا قرآن باشه، واقعا اون که پزشکی خیلی بهتر از ما میفهمه، خیلی زیبا قشنگ لغت ها پالو هم چیده، اون فیزیکدان خوب میدونه. ولی اینو بگم امروز بسمون باشه، تورات رو برده بودن پلو انیشتن، تورات اگه تحریف شده متاسفانه، اگه تورات اصلی که دو کتاب خداست، نه از چیز شده گفته ابلهانه است، بله اونجا که دست بردن توش قرآن دیده بود تسلیم شده بود که این کتاب بله درست. اومد ترس این که لونره مثل دارم مثل که مسلمه شد، نزاشتن بیاد بیرون از اون ساختمون تا آخر که دنیا رفته که لونره اینا من بای بروج دنبش. گفت نه این درسته، این کتاب سه فهم داره، درکه. خب قدرت آدم بفهم این کتاب چیزه درم همش درست، مگه حرف درست انسان مگه میتونه بزنه؟ حرف درست که بلده بزنه. خدا انشالله درس من شما رو بکرد، خدا انشالله فهم و درکار رو به ما عطا بفرماد. اللهم صل علی محمد.